مادر شدم. عذاب قایق عالی. آباده بشی. بریم. نبیذارم پسر شجاع از بر ببری. حالا میبینیم کی میبره. بله ببینی. حسر آیکن کیو بای کمک کمک همون جور کجایی که به دادم بده باشه نمونی کردشون جلو بشه کمک من اجازه نمیدم پسر شجاع برنده بشه. پسر شجاع آه بای من اینجا داره آب میاد عجب پسر که نفر شده این خالیقه اونه هاش خش خفه یه خانم کچه رو ببینش نمیده پسر شجاع رو در قایق رانی دست کم گرفتم و بازرده شدم خرس قهوه ای من رو ببرد وای عبو جو چی پس تو عموی خرس قهوه ای هستی آره هون هون چی شو بیا باش این خرس قهوه ایه حالا فهمیدم پس اون که ما رو کتک زد عموی خرس قهوه ای بود خرس قهوه ای آخه تو چطور جرأت کردی به ما کلک بزنی وای ابو جون کوبجب کن حالا بگو چرا این کارو کردی بله الان بهت میگم چرا بدونی چیه اگه حقیقتش بخواید بعد یه خبرای بدی راجع به برادر دادم شنیدم بعد فوراً حرکت کردم اومدم اینجا ولی وقتی رسیدم اینجا دیدم خرس قهوه‌ای از اونی که فکر میکردم ضعیف‌تر و ترسون‌تر این بود که تصمیم گرفتم کاری کنم اونم مثل پدرش قفی و باطرش پس باشه همین ما رو کتک شده اون رو رنج کردی بعدش هم کمک کردی که شاید مسابقه قایقرانی رو ببره درسته؟ بله درسته خرس قهوه‌ای هیچ گناهی نداره همه این کارا تقصیر من بود اگه دلتون بخواد میتونید هر چقدر لازمه منو با کتک من از تنبیه بکنید ابو جون بلند شد پسر شجاع ابو بیکاره به خاطر کمک به من کرد اگه قرار کسی تعبی بشه اون منم نه ابو خواهش بکنم اونو تعبی نکن نه خیلی چه قفیر اصلا این فکر نکن ما شما رو به این خاطر تعبی نمی کنیم آره من احساس شما رو می تانم به خاطر همینم دلم بخواد براتون خانم کوچولو منم همینطور پس یعنی واقعا شما ها من و خرس قهوه ای رو ببخشیم دلیلی نداره که ما شما رو تنبیه کنیم یا نبخشیم ما حالا با هم جشتیم آبا سکرم پسر شجا چه پرسی رو با شما هر قد دلتون میخواد من رو کتک بذاریم نه من خیلی خوشقلبم این کارو نمی کنم من خیلی خوشحالم که خرس قهوه عموی به این خوبی داره بله تبسون متشکرم شما خیلی مهربونید من اشتباه فکر می کردم تو واقعا دوستای مهربون خوبی داری خرس قهوه‌ای باید خیلی از این بابت خوشحال باشی
متشکرم ابو جون. من دیگه باید برگردم و خوشحالم که خیالم از طرف تو راحت شد. ابو جون چرا بخوای اینقدر زود بری؟ خب دیگه بیشتر از یه سال نیست برای اینجا بمونم. تو باید روی پای خودت بیستی، پک و قوی بشی. فهمیدی چی گفتم بذارم؟ ابو جون ابو جو بازا پیش ما بیا. پسر شجاع، آقای گویی. آخی اینجا به نظر جنگل خیلی خوبی میاد، مدت اینجا میمونم. چه هوایی؟ مثل اینکه چیزی شده. چپ کنه، شما چی کار داری میکنی؟ برین کنار ببینم، میخوام برم ماهی بگیرم. آه نه، خواهش میکنم. یه من گرم از گرسنگی میمیرم، خواهش میکنم بذاریم بپرم تو آب، میخوام برم ماهی بگیرم. الان جلوی سه روزه که چیزی نخوردم دیگه، از گرسنگی حال را رفتن ندارم، باور کنین. حتما اون جایی نداره که بره، سه روزه که چیزی نخورده. میدونم چیکار کنم. خواب دیگه رشیده. همه چیز خوب پیش رفت. خیلی خوبه، خوبه. چقدر راحته. اینطوری که پیدا سنگار خیلی گرست نست بسرم، نه؟ بله. غذای بسیار عالی بود، از شام مفصل تو خیلی متشکرم. چقدر روحته. منو ببخشین، هنوز خودم معرفی نکردم. بهتر اول خودم معرفی کنم. بنده گویی هستم. از اینکه با شما آشنا شدم خیلی خیلی خوشحالم. بله، ما هم همین احساس نسبت به شما داریم. ما هم از داشتایی با شما خیلی خوشحالیم. خیلی منو میبخشین، میخوام یه چرت بزنم. آقای گویی اگه میخواین بخوابین، یه تخت تو اتاق بغلی براتون درست کردم. خواهش میکنم بفرمایید اونجا بخوابین. خیلی متشکرم، از بس تمام روز راه رفتم خیلی خسته شدم، بعدم نمیاد یه چرت بزنم. پسرم برو اتاق خواب و نشونشون بده. برو جناب. چشم، از این طرف بفرمایید آقای گویی. بله چشم، اومدم. خیلی از شما متشکرم. خیلی معذرت میخوام، ممکنه منو تا اتاق خواب ببری کوچولو؟ بله حتما. چقدر روحته. بشارش اینجا روی این تخت. باشه. آخش جانم، این جان چه رخت خواب راحتی، چقدر روحته. گرس خوبی؟ همین که خش مهربون گوشاشش رو تخت خوابش باش. چه مرز خوبیه، همش میگه چقدر روحته، چقدر رو. میدونیم پسر چیه خانم کوچولو؟ چیه؟ من دلم میخواد به اون کمک کنم. اون گفت که گرسنه است و جایی نداره بره، نه؟ خب راجع به این موضوع بهتر فردا با هم صحبت کنیم. راستش رو بخواییم بچه ها، من یه فکری کردم. چه فکری؟
ای اهالی جنگل، علت این که من از شما خواهش کردم که اینجا جمع بشین اینی که میخواستم نظرتون رو بپرسم. آیا همه شما موافق هستید که اون اینجا توی جنگل پیش ما بمونه؟ بله، البته که موافقیم. میخواین براش یه خونه بسازم؟ فکر خیلی خوبیه. ما هم بهش کمک میکنیم. منم همینطور. از همه شما متشکرم. حالا بهتره دست به کار بشین. اول باید ترکیب چوبا رو بدیم. بنده خیلی متشکرم. احتیاجی به تشکر نیست، همه باید به هم کمک کنن، البته هر کس در حد تواناییش. آقای گویی، همین امروز خونه شما تموم میشه. کار شما واقعا فوق‌العاده. بنده خیلی ممنونم. اصلا حرفش هم نزنید، همه در این کار صحیح هستند. بله. خونه خیلی خوبی شده، خیلی ممنون. وقتی که همه کمک کنن بد نمیشه. خب حالا شما هم یه سقف بالای سرتون داری. این هدیه اهالی جنگل به شماست. بفرمایید آقای گویی، بفرمایید. نمیفرمایید تو؟ چرا چرا، متشکرم، میفرمایم. فکر میکنم برای شما کاملا مناسب، اینطور نیست؟ بله. اخ اخ، خدا رو شکر، چقدر راحته. باش کن، چقدر راحته. آهای، با شما هستم. چپ کنیم. خواهش میکنم چپ کنیم. چپ کنیم. اون آقای گوییه. چیه؟ چی شده؟ حالت بده آقای گویی؟ اتفاقی افتاده؟ نه، من فقط یه خودی تشنه هستم. چی داری میگی؟ اینجا که آب هست مگه نیست؟ بله آقای دکتر هست، ولی اگه ممکنه خواهش میکنم بریزین توی دهنم. بفرمایید. او چقدر اوهتی؟ فکر میکنم شما بهتره یه خورده فعالیت بکنید آقای گویی. چقدر زمان تون میگذره نه؟ الان یه هفته است که آقای گویی اینجاست مگه نه؟ وقتی ما اینا رو براش ببریم حتما خیلی خوشحال میشه مگه نه؟ ولی بچه آقای گویی به نظر شما عجیب نیست؟ به نظر من اصلا عجیب نیست. پسر شجاع اون فقط یه خود تنبله، همش میگه قدرو. این میوه رو برای شما باشه بفرمایید. خودمون جمع کردیم. او چقدر خوشمزه به نظر میان. باشم میخوام. او خیلی خوشمزه. چقدر روحتی. ازتون معذرت میخوام بچه ها، اگه ممکنه پشت منی بخوابی. باشه، من میخوارم. چه خوبه، چه خوبه، چه خوبه، چه خوبه. ولی آقای گویی، مگه شما خودتون نمیتونی پشتتون رو بخارونی؟ چی شده، مگه دیگه نمیخوایم بخارونی؟ چرا، من فقط پشتیتم. یا حتم بجاری، من میدونم که یه پیر مردی درد سر درست کنی. این حرفو نشنی.
من خسته‌تر از اونی هستم که پشتمو بخارونم. البته دلم میخواد بدون اینکه زحمت بکشم غذا بخورم، ولی راستشو بخواین تا بیام حرکت کنم اشتهامو از دست میدم، دیگه نمیتونم چیزی بخورم، من یه خوده تنبلم. برای تو خیلی متشکرم. او متشکرم، بس تو فهمیدی من چی میگم پسر شجاع. آره منو ببخشین، حالا ممکنه ازتون خواهش کنم پای منو یه کمی بخارونی؟ پسر شجاع. خانم شورا چیه؟ یعنی خودشه، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یه خبری برات. چی شده؟ در مورد آقای گوییه. چی؟ در مورد آقای گویی؟ اهالی جنگل از دست آقای گویی ناراحتن. چی؟ همه الان اومدن تو خونه شما جمع شدن. راستی؟ پسر شجاع سب کن منم بیام. آخ چقدر ناراحت. اینطور که پیداش انگار اینجام بالاخره راحتیشو از دست داد. متاسفانه باید بگم اینطوری که معلومه این دفعه اشتباه خیلی بزرگی کردی. چی؟ منشورتون چیه پیجا؟ اگه میدونستم آقای گویی اینقدر تنبله هیچ وقت پیشنهاد نمی کردم که براش خونه درست بکنی. خواهش میکنم اینطوری در موردش حرف نزنی. درست گوش کن پسر شجاع، اون تو رو گول زده، نه تو رو بلکه همه ما رو گول زده. ما نمیدونستیم اون کی بود، وقتی رفتم بهش سری بزنم. حالت چطوره آقای گویی؟ حالت خوبه یا نه؟ آه چه خوب شد، درست به موقع اومدی. خیلی خوب، من میخوام دماغمو بگیرم، کمکم میکنی دماغمو بگیری؟ خیلی ممنون میشم. تو که خودت میتونی این کارو بکنی، نمیتونی؟ بله، ولی خواهش میکنم تو برام بکن. آه چه خوب، چقدر راحتی. میدونی پسر شجاع، احساس میکنم حسابی منو دست انداخته. چی شده بچه ها؟ چرا میخندین ها؟ بهتره بدونید که اون با منم رفتار بدی کرده. اوه شما جوونی و همیشه جوون میمونین. اوه نه من جوون نیستم. چرا شما جوونی؟ برای همین میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. به خواهش من جواب رد ندید. ببینم خواهش چیه؟ من دلم میخواد یه چیزی برام بشوری، میشه؟ پس خواهشت اینه؟ باشه میشونم. من از رخ رفتن خیلی خوشم میاد. خب حالا بگو ببینم رختات کجا هستن؟ هر چی داری ورد بیار تا برات خوب بشه. نه بابا رخمخ ندارم، میخوام صورتمو برام بشوری. چی؟ صورتتو بشورم؟ باشه میشورم. کلی زحمت کشیدم رفتم آب آوردم. خب الان 3 ساله که من صورتمو نشستم. 3 ساله؟ وای چقدر روحتی. اون واقعا خیلی تنبله، دیگه شورشو در آورده. اون حتما شوخی کرده. اینطور نیست پسر شجاع. چی منظورتون چی آقای دکتر؟ راستشو بخوای به نظر من و همه اهالی این جنگل اون یه تنبل بیکاره. چی اون یه تنبل بیکاره؟ بله پسرم بله، ما تازه متوجه این موضوع شدیم. ولی حیوان بچی به نظر نمیاد پجا. مسئله درست همینه پسرم، اون با حرفهای شماها رو گول زده. بله پسر شجاع، درست به حرفای من گوش بده ببین چی میگم. تو صبح از پدرت میخوای که صورتتو بشوره؟ آه نه این چه حرفیه، من خودم صورتمو میشورم. خب چرا از پجرم بخوام؟ بله همه باید خودشون کاراشونو انجام بدن، اینطور نیست؟ بله هر کسی باید کاراشو خودش انجام بده. میشه بگی حالا میخوام با آقای گویی چی کار بکنین ها؟ از حالا به بعد دیگه بهش کمک نمیکنیم، کاری که میکنیم اینه. این بهترین کاریه که میتونیم براش بکنیم پسرم، با این کار ممکنه اون درست بشه.
ولی پیچه اون مرد تنهایی ممکن احتیاج به کمک پیدا کنه. من از اینجا میرم. میدونی پسرم، من احساس تو رو کاملا درک میکنم، ولی پیچه اگه ما بهش بگیم که دیگه باید کارش خودش انجام بده خوبه؟ بله پسرم، البته که خوبه، ولی به نظر من این غیر ممکنه. ما میریم ازش میپرسیم. باشه بیاییم بریم بچه. بریم. اون ممکنه دوست خوبی برای بچه ها باشه، ولی خیلی تنبله. خودتو ناراحت نکن، حتما حالشون خوب و زود بر میگردن. ولی به نظر من خیلی دیر کردن. میشه یه چیزی بدیم به من بخورم؟ بچه ها دیگه نمیتونم راه برم، خیلی خسته شدم. برش میشه ما هم خیلی گرسنه و خسته. آقای گویی خودتون هستی؟ بذاری شجا، خرس مهربون، شما ها اینجا چه کار میکنین بچه ها؟ خدا رو پیداتون کردیم. بگیم ببینم، شما اومده بودین دنبال من؟ بله. خواجه من خش مهربون از حال رفت. خش مهربون، من خیلی گرسنمه. خش مهربون تحمل کن، من الان میرم برات یه چیزی میارم که بخوری. خش بزنی. تو مقصر نیستی، دفعه اولی که همدیگر رو دیدیم یادتونه بچه ها؟ من بهتون کلک زدم. چی؟ خواهش میکنم منو ببخشید، من ذاتا تنبلم، به خاطر همین موضوع هیچ وقت دوستی نداشتم. همیشه سعی کردم با کلک در عوام دیگرونو به خودم جلب کنم و از این جنگل به اون جنگل برم تا بلکه بتونم خودم رو سیر کنم. این کار همیشه گیر من بوده. ای تنبله بیارزه، از این جنگل باره بیرون.
من زندگی بد و سختی داشتم. همش تقصیر خودم بود، برای اینکه حتی یه بارم کار نکردم و زحمت نکشیدم. نه شما برای ما کار کردی، شما برای نجات ما کار کردی، ولی کار شما برای ما خیلی مهم بود. اگه شما نبودی ما الان شنیده نبودیم. ها؟ راستش اینقدر فوری بود که متوجه نشدم، ولی شاید این اولین بار باشه که در تمام عمرم بدون عوض کار کردم. آقای گویت تو خیلی گرسنه ای، مگه نه؟ خیلی متشکرم، خیلی خوشمزه است. هرگز چیزی به این حد خوشمزه نبوده.